هشتم بهمن 1367 شهادت 12 عضو گروه عیاران هواداران مجاهدین خلق. روز دهم بهمن سال 1367 رسانه‌های حکومتی گزارش دادند 12 عضو گروه عیاران که از آنها با عنوان قاچاقچی مواد مخدر و سارق مسلح یاد می‌کرد به دار آویخته شدند. گروه عیاران برخلاف ادعای دروغ رژیم کسانی نبودند جز مجاهد شهید صفی‌قلی اشرفی و همرزمان مجاهدش که پس از تحمل چند سال شکنجه سرانجام در تاریخ 8 بهمن 1367 به پیمان خود با خدا و خلق وفا کردند. گروه عیاران در اواخر سال 1364 ضربه خورد و صفی‌قلی به اتفاق 60 نفر از همرزمان و یارانش دستگیر شدند. رژیم که نتوانسته بود خللی در عزم آهنین آنان به وجود آورد، سرانجام در 8 بهمن 1367 صفی‌قلی دلاور را همراه با مجاهدان سرفراز، روح الله اشرفیان 34 ساله و احمد زنگی 25 ساله در زمین چمن سرخسار در ملأ عام اعدام کرد تا روحیه مردم منطقه را بشکند. در همان روز 9 همرزم مجاهد صفی‌قلی نیز در زندان حلق‌آویز شدند. آن قهرمانان سرفراز عبارت بودند از مجاهدان شهید امان الله سیامنصوری فرزند احمد علی 23 ساله کشاورز، سید حیدر نوری 35 ساله افسر تحت تعقیب هوانیروز، بهرام تیموری 27 ساله دیپلمه، قربان علی درویش 29 ساله شغل آزاد، دکتر صدرالله سیامنصوری شاغل در دانشگاه تهران، غلام علی تیموری 25 ساله دیپلمه، درویش علی تیموری کشاورز، حیدر تیموری 35 ساله راننده، یحیی تیموری 37 ساله کشاورز. همچنین باید از مجاهدان پاکباز حیدر سیامنصوری 35 ساله که حدود 1 ماه پس از همرزمانش اعدام گردید و دکتر غلام حسین رشیدی 29 ساله که در بهار سال 62 اعدام شد یاد کنیم. قهرمانانی که با عشق خدا و خلق فنای فلاح را در پیمان پایداری برای آزادی یافتند.